درود گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه و درودی گرم به جوانان سرزمینمون ایران که به راستی حرکت‌های براندازیشون جنبه جهانی پیدا کرده و تمام دنیا در رابطه با فعالیت‌های اونها دارن حمایتشون میکنن و در حال رسانه هاشون پیگیر لحظات این مبارزات هستن. برنامه پیشین همین امروز آقای فریدون توفیقی دوست عزیزم به راستی بسیار جاندار بود و دیدیم که چه حرکت های جالبی در رابطه با جمهوری اسلامی و فعالیت های جوانان در این برنامه پخش شد. تلویزیون پارس از روزی که این در حال تظاهرات آغاز شده نقش و در حال فعالیت های جالبی رو دنبال کرده به سود جوانان ایرانی که من کمتر در سایر رسانه ها یک چنین تحرکی رو دیدم. باید از این دوست عزیزمون آقای امیر شهرتی و به ویژه آقای مهندس شجره تشکر بکنیم که این مبارزات رو تا این حد پیگیر میشن و برنامه سازان این تلویزیون هم اون رو دارن دنبال میکنن. ترور دو روزنامه‌نگار ایرانی رو در لندن داشته که سپاه تروریستی پاسداران دنبال اون بوده و سازمان های اطلاعاتی انگلیس این ماجرا رو لو داده و مراقبت کرده تا سپاه در این رابطه موفق نشه. بنابراین این فعالیت ها آخرین فشارهایی که جمهوری اسلامی و اشتباهاتی که مرتب داره تکرار میکنه آغازگر اون شده و این یکی از رسواترین فعالیت هاشه که در خارج از کشور بیشتر کشورهای مختلف رو از این ماجرا عصبانی کنه. جمهوری اسلامی تصور نمیکرد روزهایی که فوج ایرانی ها کشور خودشون رو ترک میکنن روزگاری برسه که این ایرانی ها در هر کشوری که هستن در سطح اروپا در سطح امریکا بزرگترین مشکل آفرین برای این حکومت جانیان و دزد و فاسد در ایران بشه. الان متوجه شدیم که در همه کشورها تظاهرات گسترده و بزرگی برپا میشه و همطور که عرض کردم به زودی روز 19 نوامبر در نیویورک و سوی کانادا و انگلستان کانادا تظاهرات بزرگی رو با مردم نیویورک و ساکنان ایرانی و اون منطقه و امریکاییایی که در نیویورک هستن در مقابل سازمان ملل برگزار میکنن. میگن تا 100,000 نفر ممکنه در این تظاهرات بزرگ شرکت کنن. روی خط ما آقای سیاوش عبستای عزیز هستن. درودی گرم دارم برای شما که با مطالب پرباری وارد این برنامه میشین و همیشه به ما یاری میدین و بینندگان را پروپیمانه از اخبار و رویدادهای مهم میکنین و سپاسگزارم که به حال آغازگر برنامه‌تون باشین و شروع بکنین مطلب رو. بله، درود بر شما استاد شرفشاهی عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. درود دارم به بینندگان مهربان، به آقای امیر شهرتی عزیزم کارگردان خوب تلویزیون پارس، به برادرم مهندس امیر شجره سپاسگزار هستیم، از آقای دکتر عبدالله قراقوزلو و گزارش های خوبشون در خدمتتون هستم. استاد شرفشاهی حالتون چطوره؟ بعد نیستیم قربان، موقعی که شما رو میبینیم حالا اون بهتر میشه. شما هم دیدم اشاره کردید تو برنامه در رابطه با مهندس شجره و این مدیریت خوبش که در خدمت انقلاب مردم هست، یک تا اینکه یک عکس یک فیلم در این آقای شهرتی آماده کنن، من میخواستم خبر خوبی بهتون بدم، اون اینه که جمهوری اسلامی که خب در انگلیسی بودنش شکی نیست، اخیرا تلویزیون بی بی سی یک آوانتاژی بهش داده. این خانم رعنا رحیم‌پور
که از برنامه سازانش هست، یک مکالمه خصوصیش رو با مادرش ضبط کردن. وقتی که متخصص کسی باشه مکالمه رو گوش کنه، پی میبره که از طریق خود بی بی سی این مکالمه ضبط شده، چون صدای خانم رعنا رحیم‌پور بلند و خوب و واضحه ولی صدای مادرش ضعیفتره. اونجا داره بی بی سی میخواد به گونه از جمهوری اسلامی دفاع کنه و مبارزات انتقام جویانه و خشن مردم ایران رو بگه، ما توش نیستیم، اون رو تلویزیون دیگه است. این رو به عنوان پیش درآمد عرض کردم که در تایید فرمایش شما باشه که تلویزیون پارس همیشه با مردم همراه بود. مسئله دیگه آقای شرفشاهی عزیزم، یک ویدئویی داریم 1 دقیقه و 30 ثانیه است از گجستک پلید، تازی اهریمن و ایرانی ستیز خمینی جلاد. این 1 دقیقه و نیم رو که گوش کنیم، من میخوام پیرو عرایز هفته پیشم به جهانیان و به ویژه به مردم سرحشور ایران و این نسل نوین و انقلابی ایران اعلام کنیم که مواظب باشیم. اصلاح طلب ها با صرف میلیارد ها دلار و هزینه هایی که در اختیارشون بوده و است که توضیح میدم امشب، یه اسرار مهمی رو در این رابطه میگم، با همین شیوهی که خمینی میگه عمل میکنن و جاسوس های جمهوری اسلامی در صد تا سر دنیا همینطور که خمینی میگه در 1 دقیقه و نیم گوش میکنیم و بعد میگردیم که من روش صحبت کنم. بله، خمینی رو بعد. اگر رفت آمد اشکوکی را دیدید، خودتون توجه کنید و اطلاع بدید. یه بیچاره به من نوشته بود که شما که گفتید که همه اینها باید تجسس بکنن یا نظارت بکنن، خب در قرآن میفرماید که ولا تجسسو، راست قرآن فرموده است، مفاهم هست امر خدا. این اشکالا به سید الشهدا بکنید. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفی است که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. حفظ جان وابسته به این است که شما قرآن واضح است باشم، دروغ بگید واضح است باشم. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، هممون باید از بین بریم تا حفظش کنیم. برای همه ما واجب است که جاسوسی کنیم، برای همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچه قائله پیدا بشه. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف های احمقانه است که از همین گروه ها القا میشه که خب جاسوسی که خوب نیست، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام واجب است. دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است. اگر رفت آمد اشکوکی را، بله میبینیم این آقای استاد شرفشاهی نازنین 1 دقیقه و 30 ثانیه است و تفسیر تاریخ سادات تازی است که 1401 سال ایران ما رو ویران و هر 2 سال یه بار، خصوصا توی 42 سال بچه ما رو کشتن و قتل عام کردن، اونم جوانترین نیرو، نخبه‌ترین نیرو، هنرمندترین نیرو. حالا رازی رو که من میخوام امشب هدیه کنم به برنامه شما استاد شرفشون اینه: قاسم سلیمانی که فرمانده سپاه قدس در خارج از کشور بود، در ماه میلیاردها دلار در اختیارش بود و ایران چون در تحریم اقتصادی بوده و هست از 40 سال پیش تا الان، اینها نیازمند پول بودن، یک و نیازمند این بودن که جایگاهی باشه برای پولشویی که بتونن پولا رو رد و بدل کنن. پولها رو از طریق بانک ها نمیتونستن، از طریق مراکز فایناشم فینانس ما نگه به فرانسه میکردن. دکتر آنجلو دالمی اینا رو بلده، یه روز دلم میخواد باید صحبت کنم اینا رو توضیح بده برای مردم، ولی مردم اطلاعات ندارن، نمیدونن اصلا، حتی متخصصین هم ندارن، حتی برنامه سازان رادیو تلویزیون این اطلاعات شوربختاری ندارن، آگاهیش ندارن.
قاسم سلیمانی میلیاردها دلار جابجا میکرد، یک هزینه خود جمهوری اسلامی در خارج از کشور، دو هزینه میلیاردها دلار سپاه قدس و پابرهنهای دنیا رو که از سوریه و لبنان و عراق گرفته تا شمال آفریقا و جنوب آفریقا و آمریکای لاتین و حقوق میداد، اینا رو همه رو تامین میکرد از این کانال. در این رابطه اینها میبایستی آقای شرف‌شاهی استاد عزیز من پاسپورت های خارجی در اختیار میداشتن که با این پاسپورت های خارجی بتونن در امریکا، در اروپا، در جاهای دیگه یک انجمن ها، تشکیلات اقتصادی، بیزنس های کوچولو بزرگ بزنن و از اون کانال پول رو شستشو بدن. و همین خاطر بود که ده ها شاید صدها نفر گدا که تا دیروز یک دلار پول نداشتن نمونه های داخل ایرانشو همه میدونن، نمونه های خارج از کشور رو کمتر میشناسن، شناسایی میکنن آدم ها رو. اینها آدم های گدا رو پولدار بکنن که مثلا اگر میخوان یک میلیارد دو میلیارد دلار نقل جا به جا بکنن 10% به خود اون طرف میدادن و 20% 10% هم به اون مراکز فایناشلی که پولا رو جابجا میکرد، اینا جابجا میکردن که مثلا یه هتل تو فلان کشور بخرن، یه رستوران فلان کشور بخرن، رستوران و هتلی که یک میلیارد مثلا قیمتش بود اینا 20 میلیارد هزینه میکردن، یا یعنی یه میلیون بود 20 میلیون. اینجوری اینها در خارج از کشور یک امپراتوری بزرگی ساختن. خیلی از بچه ها و هنرمندان و شخصیت های سیاسی رو به اینها امکانات دادن که اینا اسوسییشن های بسازن، کمک بکنن به اون، کمک بکنن به این، از اونجا مریض بیارن و تمام اینها پولشویی بود که تو این چند ساله میلیاردها جلو جابجا شد. بعد از این که قاسم سلیمانی کشته شد این پولها دو جا بود، یکی تو مراکز فایناشل فینانس سه جهانی مثل بانک هاست اونها، و یکی توی همین آدمایی که بهشون داده بود که اینا بیزنس واکنن اینها، اونا رو که اونا بالا کشیدن، یعنی تحریم اقتصادیش که کردن تمام پولا رفت. ولی پولایی که داده بود به حسن و حسین و عبدالله و جعفر و اینا که اینا بیزنس زده بودن، اینها تو دست اینها موند. و چون شرکت ها رو به گونه می ساختن که مثلا اون یارو که رئیس شرکته 5% داره ولی 95% افراد اطلاعاتی خود نظام جمهوری اسلامی بودن، اینها الان همه رو جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در خارج از کشور مثل بنیاد علوی که بنیاد پهلوی بود اینو در اختیار دارن. و همین خاطره که من میخوام اینجا از تلاش های تیمی که ساخته شده مثل سام رجبی اینها اقدام میکنن و بیشرفی افرادی رو در خارج از کشور نشون میدن و اینجا مهر تایید بذارم و تاکید بکنم که جریان که این جودوکار قهرمان ملی ایران جودوکار ما بود، سام رجبی توی ایران آقای شرف‌شاهی استاد بهش اتهام وارد کردن چون مخالف بود و ایشون مجبور شد بیاد خارج. الان این کاری که ایشون میکنه بیشرف ها رو میاد معرفی میکنه، بهشون حمله میکنه، اینها اکثریتشون با اینکه میان یک چهار کلمه حرف میزنن در رابطه با ضدیت با نظام جمهوری اسلامی، اینا تو کادر اصلاح طلب ها هستن که میخوان انقلاب جوانان ما رو به انحراف بکشند. زیرا که آقای استاد شرف‌شاهی برای جمهوری اسلامی از سالها پیش دو تا قضیه حل شده که اینا میخواستن عوضم بکنن، حتی زمان مهاجران این کار میخواستن بکنن که بعد راه کردن، یکی پرچم شیر و خورشیده، دومیش روسریه. جمهوری اسلامی توی پروژه دیرینش هست که این دو مورد رو با عنوان اصلاح طلب ها در قدرت، چون اصلاح طلب ها هم نوکر ولایت فقیه هستن، اصلاح طلب ها هم جناح دیگه نظام هستن، اصلاح طلب ها هم ما دیدیم چه خاتمی چه روحانی سرسپرده چه ظریف، اینا سرسپرده ی علی خامنه ای بودن و هستن. اینها پروژهشون بود که این دوتا اوانتاژ رو بدن. اما یک اوانتاژ، یک امکان که اینها باهاش مبارزه میکنن و نخواهند داد و ما بایستی مثل این که بچه‌هایی که مثل سام رجبی عمل میکنن بیان یقه مردم میگیرن جلو سفارت، جلو جای کنسرت، چه میگن بگو مرگ بر خامنه ای خمینی، مرگ بر جمهوری اسلامی، حالا یه سنجش دیگه ما باید بذاریم که اون این سنجشه که مهمه، به ما نشون میده که کی تو کادر جمهوری اسلامی برای استحاله کردنش و دزدیدن انقلاب هست نیست. اون چیه؟ اون شعار جناب شرف‌شاهی استاد عزیز، شعار رضا شاه روحت شاد است. الان ملت ایران که در